این برنامه از طرف روشن یک افغانی فی دقیقه پس از دقیقه دوم بدون کدام فیز برای اشتراک در این پیشکش با شماره 555 در تماس شوید. روشن نزدیک شدن برای شما تقدیم می‌گردد. ده هزار اشتراک کننده داشتیم. میلیون ها هموطن ما در جشنواره امسال ستاره افغان به ستاره های مورد علاقه خود رای ارسال کردند و سه ستاره ما تا هنوز هم در برنامه باقی مانده. هموطن های عزیز، در برنامه امشب خواستیم که با زندگی شخصی ستاره های مورد علاقه دون شما را بیشتر آشنا بسازین. در برنامه امشب ستاره ها آواز نمی خوانند، اما از خاطرات خود، از زندگی شخصی خود به ما و علاقمندان آواز خود قسم میکنن. قبل از آغاز برنامه امشب یک بار مرور کوتاه برنامه شب گذشته را تماشا میکنیم. بگو ای وطن کی آباد میکنه او جانان، امریکان، پاکستان، روسیه، عربستان. بگو ای وطن کی آباد میکنه او جانان، امریکا، پاکستان، روسیه، عربستان. نه 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 بیژن جان قندوزی، بیژن جان قندوزی، بیژن جان قندوزی، بیژن جان قندوزی، بیژن جان قندوزی. چند خواندن نو داری، چی گپای نو داری، شو شو چند سات خو داری. امید جان نظامی، فکر باشه که نزنی با بیژن قندوزی. از کودکی زر نیم سبک تو آهنگ اجرا کردی بسیار جالب و بسیار در گلونت میچسبی. اگر در لندن باشی یا در واشنگتن باشی، از افغانستان هستی، باید به فکر میهن باشی. یکی از اهداف عمده موسیقی رپی است که شعر دراز در زمان بسیار کم بر مردم برسانه و مشکلات که در پیام شعرت بسیار فوق‌العاده بود. من بسیار خوشم آمد. میگی خارجی ها هر چی دلش خواست در این وطن میکنه. خدا ما دست نکدی تو کو باهی گپ دل مادر وطن را کباب کردی. خوشنصیبم، خوشنصیب باشه همیشه. امید داریم که همیشه سر استیج ببینیمش همیشه. بسیار خوب بود. در قلب آدم پرزه‌های عجیبی است که ده تلفن بی سیم نیست. آشور بخوری عاشق میشی. واقعا بسیار جالب اجرا کردن، بسیار مقبول اجرا کردن. ستاره که از میان ای دو اشتراک کننده خوب ما دیگر با ما نمیخوانه، متاسف هستم، فواد خوشنصیب دیگر با ما نمیخوانه. مرور کوتاه برنامه شب گذشته را تماشا کردیم. هموطنان عزیز، شما 15 روز وقت دارین که به ستاره های مورد علاقیتون به شما رای ارسال کنین. هر سه ستاره را به برنامه امشب ستاره افغان خوش آمدید میگم. متین جان الگوزای، چی باعث شد که خودت به ستاره افغان آمدی؟ خب اول تر از همه سلام خدمت شما و سلام خدمت هموطنان عزیز تقدیم میکنم. من خود ستاره افغان باعث شد که به ستاره افغان بیایم. اون وقت دوره اول که دیدم واقعیت خیلی جالب بود، دیدم واقعیت پروسه خوبیه، واقعیت همینطور پیام داره، واقعیت خیلی پروسه خوب و قویه. اما خودی باعث شد که من بیایم به ستاره افغان. وقت مرحله اول دیوم سیوم نمیتونستم، خورد بودم، انتظار کشیدم تا کلان شدم این مرحله آمدم دیگه. بخیر با کمک خداوند با کامیاب شدم به 12 بیترین، با کمک مردم عزیز دیگه پیش آمدن تا 3 بیترین فعلا. دیگه همین خود پروسی ستاره افغان باعث شد که من بیام به ستاره افغان. تشکر متین الکوزای. همتان عزیز، بین که یک بار تماشا کنیم که متین الکوزای چطور در جشنواره امسال ستاره افغان اشتراک کرده. اغربی زلف کجت با قمر قرینا، با قمر در اغربه حال ما چونینا. در امی
قالب موسیقی فولکلوری که اراتی بسیار زیبا میخوانی، صدای بسیار زیبا و دوست داشتنی داری و بسیار با احساس. تشکر بسیار زیاد. الکوزای مامیه بس همتان عزیز، شما دو هفته وقت دارین که به ستاره های مورد علاقه تان رای رسال کنین. سیستم رای دهی مثل هفته های گذشته است. به مینوی مسیج موبایل تان برین 151.1 به 8656 رسال کنین. کد الماس فراهی است 151.8 کد رضا جان رضایی و 151.5 کد متین جان الکوزای است. و همچنان میتونین که از طریق 456 هم به ستاره های مورد علاقه تان به شما رای ارسال کنین. بعد 456 زنگ بزنین به خاطر انتخاب زبانی دری کلید 1، به خاطر رفتن به مینوی ستاره افغان کلید 5، به خاطر رای دادن به ستاره های افغان کلید 1. کد الماس فراهی 1 است، از متین جان الکوزای 5 و از رضای رضایی 8 است. به شما رای ارسال کنین. الماس فراهی، چی باعث شد که خودت کل کارا را مانده و به ستاره دروازه ستاره افغان تک تک زدی؟ امه جان، یک سلام خدمت بیننده عزیز میکنم. من بسیار خوش هستم خودتا میبینم دوباره. ستاره افغان موسیقی عشق من است، عشقم بود و همیشه دوست داشتم که یک رقم نی یک رقم احساسات خدا، اندیشه هایی که دارم در فکرم بود در زمان مهاجرتم، ما یار چی رقم می احساسات خود بروز کنم، چی رقم میتونم از طریق آواز خود پیشرفت کنم. تا اینکه ما به افغانستان آمدیم، تا اینکه تصمیم همی بود که ما بیایم اینجا و من ستاره افغان اشتراک کنم و امروز ما بسیار خوش هستم، چون امی ستاره افغان بود که ببینید ما چقدر شهرت گرفتیم، چقدر در مردم خود یافت مردم ما را ما واره. و یک افتخار دیگه ما است که در مملکت خود برای مردم خود میخوانم، این بسیار برای مرزش دارم. ما احساس میکنم که طوری که ما دمی مردم بودیم مردمم خوش است و دیگه بیشتر از این نمیتونم چیزی بگویم، چون که امروز ما بسیار خوش هستم. خب تشکر. هموطن عزیز، بیاین که تماشا کنیم که الماس فراهی به خاطر عشق خود یعنی ستاره افغان چقدر تب و تلاش کرده. یاد روز و کار شیرین، خاطرات عشق دیرین، یاد واسه های گرمت آن لبان نمکی. آثار بسیار مقبول خواندی، انتخاب بسیار مقبول، فکس دوازد میخواند. دیگر اشکم مرز، دیگر اشکم مرز، زبای من چشمان من پر شد. بسیار مقبول. عالی. آی نگار من، گل و زار من، یک دمه بیاد در کنار من. رضا جان رضایی، خودت چقدر راه‌های دشواره پشت سر گذاشتانی تا ای که انتخاب شدی به برنامه ستاره افغان و چطور علاقه پیدا کردی؟ اولا خود سلام خدمت خودت و تمام بیننده های عزیز را تلویزیون طلوع تقدیم میکنم. امیدوار هستم جور صحتمند باشن. ستاره افغان یک پروسی بود که ما در حدود حتی 7 سال پیش، یعنی پروسی اول که ما دیدیم تا پروسی هفتم که ما خودم البته دوره سیوم است که در این برنامه اشتراک کردیم، دیگه بسیار مراحل سخت و دشوار را پشت سر گذاشتیم تا مرحله 3 بهترین رسیدیم. تشکر. رضای رضایی 3 بار در جشنواره ستاره افغان اشتراک کرده بود که بالاخره کامیاب شد. بیاین که یک بار تماشا کنیم سفر هنری رضا جان رضایی را. نورو بند نورو بند نورو بنده، نخشیده دل ممنده. از نظر من بسیار فوق العاده مقبول بود. میفهمی زیبایی از این آهنگ چی بود؟ خود آهنگ زارگی و شعرش زارگی. خانه ما امشب چراغانه، یار شیرین آمدم میمانه، یار شیرین آمدم میمانه. بسیار لطف. تو که یک ساعت دوگان بخوانی کم است. او علی جان او ملای جانم فدای تو، او علی او مرای اشته تن آدانم خدای تو او علی. بیدگار چی هزار بتیمید؟ بتونه شکر. بله بله بسیار خوب. بخوانه.
واقعا که ستاره‌ها بسیار زیاد زحمت دیدن که بالاخره در برنامه ستاره افغان کامیاب شدن. الماس فرایی، ستاره افغان در زندگی چقدر تغییرات آورده؟ راست بگویم؟ باید راست بگی؟ میگن 1% یا 100%، نیم؟ ما میگم 100%. اگر قرار بود که یک چیز را ما معیار بگیریم که چند فیصد، 1000%، ما باز 1000ش هم گفتم. چون که یک واقعیت از زندگی ما شخصا بسیار تغییرات آمد. شاید یک چیز جالب، یک خاطره جالب میگم. الان تغییر در کجا حس کردی؟ یک وقت قبل از ستاره افغان یک همشیره که من بسیار دوستشم مدارم، گفتم برش صبح که میشد میگفت یک دونه تخم مرغ جور کو، میگه برو اصلا نیست. اول دت گفت بی ارزش بود برای کلگی. اول دت تلفن براش میگم تخم مرغ برام جور میکنه، یک خنده میکنه، میگه 1000 دفعه. و متین جان الگوزای میخیم از خود پرسون کنم که یک وقت اگر یاد باشه وقتی که نو در هرات اومدیم و جشنواره ستاره افغان به هرات رفته بود، وقتی که داورای عزیز ما اومدن، خودت هم در جمع کسایی بودی که به خاطر داورای عزیز ما چک چک میکردی و امروز میلیون ها نفر به خاطر خودت چک چک میکنن و تشویقت میکنن. چقدر زندگی با ستاره افغان تغییر کرده؟ خب می دیگه یک گپ واضحه، چیزی که هیانه چی وجد به بیان. واقعیت پیش از ستاره افغان امتویست یک آدم عادی بودین، ولی حالی که هست واقعیت مردم احترام میگذارن برای ما، واقعیت ما رو تشویق میکنن، کوچه بازار میبینن، واقعیت خیلی تشویق میشیم و واقعیت ما افتخار میکنیم به این مردمی که داریم. واقعیت ما رو خیلی زیاد تشویق میکنن و 100% به گفته الماس جان هم تو زندگی تغییر کرده، واقعیت خیلی تغییر کرده و ما خوشحالیم که واقعیت مردم ما رو دوست داره و برای ما احترام میگذاره و ما همیشه خدمتگار مردم خود هستیم و خواهیم بود. رضای رضایی که با خیاطی چندین سال در یک دوکان زندگی کرده بود و حال یکی از ستاره های بسیار زیاد سرشناس جشنواره امسال ستاره افغان از زندگی، رضای رضایی چقدر تغییر مثبت کرده؟ میجان همه تو که دوستای ما گفتن دیگه نام واقعیت گفتن، هر ستاره ای که در ستاره اشتراک کرده بودن دیگه موفقیتشان زیاد بود، همچنان تغییرات بسیار فوق العاده ای در زندگیشان آمد، همچنان ما هم تو در کاروبار ما هم تو تفاوت آمد، در زندگی ما هم تو تفاوت آمد، در رفتارم با مردم، رفتار مردم با ما مستقیم بسیار بسیار تفاوت زیاد آمده. مرا یک چیز گفتن رضای رضایی پیش از ستاره افغان تنها کاچ تکمه میکرد خیاطی خود، و وقتی که در 160 بیدرین را پیدا کرده بود باز رضا گفت قدمدام میگرفت و خبر ندارم کال در دوکان چی میکنی؟ میجان حال میدوزم، حال مزاق کدم، دوستای ما که در خیاطی میامدن خب در سرستش هم گفتم و بهانه ای میخواستن رضا را ببینه، خب خلاصه دیگه وقتش رسیده بود که ما مشتری هم زیادتر شده مشتری، ولی مشتری فوق العاده زیاد شده، از 50 مشتری خود زیاد شده که امی اجوره تون بلند شده یا یکی دم اجوره سابقه؟ نه اجوره بلند نکردیم، خب خیلی برو ظالم نیست اجوره، ما بازو خدر به انصاف هم نیستیم. یک بار متین الکوزای خودت از برنامه حذف شده بودی و وقتی که دوباره آمدی من نمیفهم که چقدر یک رقیب سرسخت خودت الماس فرایی و رضای رضایی فکر میکنه همتان عزیز. قبل از اینکه ستاره های ما این سوال جواب بده به یک وقفه که کوتاه میریم. تا دست تو آرام بروی در زد، دیوار بر رقص آمد و در پر زد، تا خواستم آرام صدایت بزنم، پروانه ای از روی لبانم پر زد. متین الکوزای، امو شبه که با الماس فرایی در کمترین رای بودی و بالاخره خودت از برنامه حذف شدی، چی فکر می‌کنی؟ چقدر اطمینان داشتی که برو دیگه گلم الماس جمع کردیم و خیر الماس میره خانه خود؟ خب این سر استش که هست به ستاره افغان هیچ کس نمیتونه بگه کی یاد میشه کی نمیشه، چون که واقعا نتایج غیر قابل باوره. خب هر کس دل ما که پیش بره و خوش داره که مقام اول رو بگیره، خب من از مردم خود این انتظار داشتم که برای ما رای بدن و پیش برم. خب کم اگر رای که فکر کنم از یاد اینا رفته بودم یا نمیفهم رای کمتر بود. خب الماس جان شاید به نظر خودت متین الکوزای، آیا او باره که از برنامه حذف شدی به نفعت بود یا به نقصت؟
به نظر من به نفعم بود. علاقه مندای سابق زیاد بود یا حال زیاد شده؟ حال زیاد شده. حال زیاد شده. حال خیلی خوب ترسیدی. بار ترسانده. آب کنان. اقا نبود. حال که من یک خاطره جالب معذرت میخوام. دیش اومد یک تالار بودم. و اونجا برام جالب بود که ما یک دو خواندن کردیم در اونجا دو ساعت چیز کردن و زکشتوکک آمد گفت متین اول میشه در سابق تو نبود این که حفظ شد بسیار خوب شد یک گفت جالب است برام که واقعا همی بچه های خورد خیلی من دوست دارم واقعا بی اندازه به خاطر خود چچگک هستی بچه های خورد دوست دارن نه واقعا این یک گفت واقعا من اصلا خودم خوب کرد که در پنج بیترین خود اوت کرد دل مردم آل اتکش پیدا کرده اگر کس که برای مزنگ میزنه میگه که متین جان علی کوزی رایش فوق‌العاده نه دوستای عزیز اینا شوخی میکنن که بخاطر باز برای من رای نمیکی اینا برای خود اینا بلا برای علی واسه برای خودت چی فکر میگدی وقتی که متین علی کوزی در پالویت ساده بود چقدر سر خود حساب میکردی در دل چی میگفتی امون لحظه چیزی که ما در اون لحظه اتفاق افتاد ما خدا شاید است برات میگم امه جان این بود ترسیده بودم طبعا دیگه داخل استاد میشی اولین بار بود که من ترسیدم من دارای پایین استاد بودم فکر میکنم قد کیانوش استاد بودم اینقدر خنده میکردم دلم جمع بود قد این نفر که استاد بودم کیانوش رو هیچ حساب نمیگیری دیگه نه این دفعه ترسیدم بسیار ترسیدم بسیار ترسیده بودم و این رو قلبا میگم لحظه ای که متین جان هست شد من هیچ عکس العمل نکردم بسیار استاد شدم چرا من قد متین بسیار دوست بودیم خاطرهای خوب داشتیم دوست نداشتم از برنامه بره اما ناچارن پروسه است شاید یک روز برسه ما هم هست شوم این چیز مشخص نیست واقعیت همون طور است ها ولی واقعیت خفه شدم از اینکه رفت اون لحظه ای که هم هست شد من همون تو احساس شدم فوادم رفت من بسیار خفه شدم من میخوام یک چیز بگویم برای علاقه مندای ستاره های افغان این سه ستاره تون به یک مرحله بسیار اساس رسیدن دو هفته وقت دارین به ستاره های مورد علاقه تون به شما رای ارسال کنین که به مرحله نهایی را پیدا کنن هیچ وقت ستاره مورد علاقه تون قوی فکر نکنین حمایت شما میکنین اگر رای ارسال نکنین متوجه باشین دیگه که باز پشیمانی فایده نداره رضایی بله اگر در مرحله سی بهترین که یک نفر از سه بهترین به دو بهترین را پیدا نمیکنه و حذف میشه دوست نداری در پالوی کی ساده نباشه والا ما خیش کدام باشه دوست ندارم کی باشه فضا کردم تاج ترم از سردیش دوستش هم دارم تشکر یک بار امو صحنه را میخوایم ببینیم که متین و الماس با هم دیگر استفاده بودن و پیشارگک متین از برنامه هست شد دوستای صحنه یاد شما نرسه ای کنه متین الگوزای خودت خودت از برنامه حذف شدی ای پروسه که از هر کس باید آخر یک نفر باید اول بشه فرق نمیکنه مهم اینه که همین مهم برای من بود که هر کس استعداد دیدش فقط به نظر به استعداد پیش میرفتن در اجرا، در سر، در زیبایی صدا و احساس که بود از متین علی کوزی بسیار به من جالبتر بود و یک روز مردم میره قضاوت خواهد کردن من زیاد راضی نیستم از قضاوت مردم متین جان با قرآن واقعا بسیار سخت بوده من متاسف هستم که امول ازر اعلان کردم و چقدر اطمینان داشتی که خودت دوباره به برنامه میایی؟ من 100% اطمینان داشتم پسر هموطن عزیز خود که برای من رای میدن و من کامیاب میشم و رقیب سرسختم و جمشید جان پاییز بود که واقعا او هم خوب طرفدار داشت دیگه خب خدا شکر که خودم شدم و مردم عزیزم واقعا برام رای دادن واقعا جای افتخاره که من دوباره اومدم و خیزه که من سر استیج زدم دیگه چطور واقعا واقعا تشکر از متین کردم خودت بسیار خوشتر بودی خب من چون وظیفه ایم است به این معنا نیست که من طرفداری کنم الماس خوش شدی که متین پس اومد یا خفه از لازی که دوستم از دوستش دارم خوش شدم آمد اما از لازه رقابت شاید نی چون دهی پروسه هم تو که متین جان گفت هر کس میخوای اول شو و پیش برم و طبعا من مطمئن هستم وقتی اگه ما و رضا استاد شویم رضا هرچی مرا دوست داشته باشه داخل میگه ما باشم داخل میگه باید ما باشم این یک چیز طبیعی از دیدم هم رضایی خودت چطور؟ خوش از جان گفتم من خواهم میفهمم که خوش نیستی که متین دوباره به برنامه آمده به خاطر که یک رقیب سرسخت شده دوست داشتی کی در برنامه بیایه پس والا کلشان همی دوازه بهترینه که کل اگرشان دوستشان دارم الماس هم همی تو فاو میکیره متین جان الکوزه بسیار قند بچه هستن هر دوشان
دیگه از اینکه در برنامه پس آمد تا جایی را خوش شدم تا جایی را اندق شدم. میگین که ما خوش شدیم. ما چند تصویر آماده نشر داریم که چطور قارقار در پشت صحنه شیشته بودین کلتان. بین که بیده تماشا کنیمش. مرحله خوش شانس جشنواره هفتم ستاره افغان متین الگوزای. واقعیت دیگه نمیفهم از هموطنان عزیز خود با چی زبان با چی دیگه نمیفهم. دستای کل تک تک اینا رو میبوسم. واقعیت تشکر میکنم. واقعیت نشون دادن که افغان بودن دوست دارن و موسیقی افغانی خود دوست دارن. واقعیت برام نشون دادن و جای افتخاره. واقعیت زنده باشم. یک سوال من میکنم حالا چی احساس دارید امی لحظه؟ ما بسیار خوش هستیم. اگر بال در میآوردم پرواز میکردم دیگه عزیز. کدام سو میرفتی اگر پرواز میکردی؟ آسمان. من بسیار زیاد خوش هستم متین جان علی کوزای در برنامه من بسیار زیاد دیگه هیجان هستم امی حال فعلا. بله بسیار خوش هستم به خاطر بسیار آواز مقبول داره. بسیار هم تا دیزاین یش بسیار لوکس مقبول. زیاد خوشحال هستم. دیزاینش لوکس؟ آه بسیار بچی هم تا مقبول بچی خوب. متین جان خوش آمدی به برنامه دوباره. دیدین چیرگکایتون چطور پریشان بود جگرخون و عرصیتون بودین. خب هر صورتش ستاره افغان که آمدین چقدر سر لباستان تغییرات آمده؟ همین لباس هایی که امروز در برنامه می پوشین سر مویتان، سر استایل گپتان چقدر تغییرات اینجا آمده؟ من بگویم؟ بگو الماز. راست بگویم؟ 50%. یعنی 50% خوب بود؟ خوبه، آه بسیار یعنی خوب شد. یعنی که لباس 50% خوب ساختیم، آفرین. آفرین خانه تان آباد. بسیار خیر ببینه دیزاینر ما شما. بسیار خوش هستم، بسیار دوستش هم دارم. از اینکه بسیار انتخابای دقیق برای خودم شخصا میکردم. در برنامه اول من یک واسکت داشتم، یک انکار سفید داشتم. بسیار یک استایل جالب بود. و در برنامه دیگه هم چنان برای میگفت چیره بپوشی چیره نپوشی. طبعا زیاد تغییرات آمده من. ما مطمئن هستم میده. رضای رضایی یک مویای بسیار جالب داشتی. یاد دست؟ بله بله. ما با یاد آمد در دوره پیش. ما یک چیز جالب باید بگویم امه جان که ما در مرحله در پروسه ششم سه بهترین در 40 بهترین بودیم. حال در سه بهترین ستاره افغان ما دور پیش در 40 بهترین بودیم و امروز در جشنواره ششم امروز هر سه ما در سه بهترین هستیم. بله بچک تبریک باشه. همین یک بود موازین ها. اما میایید چه کردی رضایی؟ ساختگی بود فکر کنم. نه 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 ساختگی نبود. کلای موتورسیکل مونده بود. خب دورای جوانی ها بود دیگه. جوانی هم بهاری بود بگذشت. بله بله. متین الگوزه یک مشکل داره. میگن متین که در لباس فروشی ها میره بسیار شکایت داره، میگه به من لباس پیدا نمیشه. اما قصه رو میخوایم الماز بگه چرا برای متین لباس پیدا نمیشه؟ والا چی بگویم من؟ آقا کارش میاد. و دو نفر پیدا نمیشد، یک کسی دیگه هم بود. این ستاره. یک کیانوش هم کیانوش بود. او متین همیشه مشکل داشتن در لباس. یکی دیگه هم بود عباس. عباس توان زیادتر در موردش. رضای رضایی معلومات داره. عباس نشاط زمانی که یک پاتون خوش میکرد. یادش بخیر، هر جای سند خوش باشه، زنده و سلامت باشه. زمانی که یک پتلون خوش میکرد، از پایچه‌هاش یک بلس کوتاه میکرد. یک روز پیش خیاط میموند پیرانایش کم میشد. و ما خبر شدیم که در بین شما سه نفر یکی تان ازدواج کردین. ازدواج کردین؟ ازدواج کردین، مگر بعد از یک وقفه کوتاه میگم که کدامشان. این حالا رسیدیم به مسئله ازدواج. پلاو کی رو میخوریم در این شب و روز؟ نفرک تو میکنی سرمت رای نکنی؟ هرکس که کلانتر مالو میشه. الماز ازدواج کردی تبریک باشه، ما را خبر میکردی. تو چی فکر میکنی؟ والله من چیز گفته نمیتونم. عباس رضای رقمک زیاد خوش است. والا من با خاطر خوش هستم که یک پلاو درک شد. نه سفید و کرتی سیاه و نکتایی سرخ. بچی من نکتایی رو بیرون کبه سرش داف نشد. یک رازم من در باره یکی از ستاره برای بیننده های عزیز افشا میکنم. یکی از ستاره ما در کمر خود به می طرف راست یک تاویز بند کرده. نمیفهمم که تاویز به خاطر چی هست. فکر کنیم که کدام ستاره ما تاویز داره. الماس تاویز داری خودت؟
والا ما یک لحظه ببینم یا بگو یا نفر تعویض نشان بده بگو بگو دیگه نمیگم حال مردم نگه که به تن بخاطر جادو پیش رفته رضایی پیش خودت است تعویض؟ نه متین الکوزای استاد چه تعویض نشان بده 100% باید ما تعویض ببینیم که میگه یک تعویض هم از نام خدای نه تعویض نیست این یک بازوبند به دست هم است و این خاطر چیز میگن نمیفهم دیگه حال شاید همین مادر من خیلی دوست داره چی رقمه تعویض نظره حال مردم نظر نشه فقط در نمی خاطره دیگه هیچ مشکل نداره فقط تعویض نظره دیگه هیچ چیز نیه حال از وقت کیره؟ دیره نی نامزادش داده کیره دیگه دختر چیز نکنه از پیشش نگریزانه نه نه حال معلوم شد که زندار ما میسته الماس هم این کارها در نظرم تیره شده است به نظر خودت علاقه من به صدای خودت دخترها زیاد است یا بچه ها؟ بله نمیفهم با میره نه حتما میفهمی برای تماس هایی که میایه تلفون هایی که مثلا برای خودت میایه پیام هایی که میایه از بیرون که انعکاس مردم میبینی چی فکر میکنی؟ زنگ هایی که من نصف است یعنی پینجا پینجا بله و الماس چی میگه؟ علاقه منده خودت دختر آزیات هست یا بچه ها؟ 70-30 70ش کیست؟ بچه هاست افتاد فیصد بچه هاست من باور نمی کنم بچه ها افتاد فیصد میگی بچه هاست 30% دختر هاست دختر هاست خود چی فکر میکنی؟ من همه پینجا پینجا همه افتخاره که برای ما زنگ میزنن که میگم ما علاقه من ده خانه شانو بود همی که زنگ میزنن خانه شانو بود فرق نمیکنه خوار باشه بیادر باشه پدر باشه مادر باشه از دید ما و برای ما خدا شاید معلم زنگ زده خدا شاید کارمند آب و برق زنگ زده نمیفهم بسیار کسا زنگ میده هر قسم مثال میگم نی دختر مکتب زنگ زده نی یک علاقمند از این بر ما افتخار است باور کنید امروز ما بسیار افتخار میکنم سر خود یا حتی یک کارگر بر ما زنگ زده یک ترافیک زنگ زده هر قسم مردم زنگ زده قربان ترافیک هاشم متین الکوزای چقدر وقت است که در کابل هستی یگان دفعه ایراد رفت آمد داری یا ای که ما وقتی که پروسه ستاره افغان 12 بهترین از 160 دیگه اینجا اومدیم و تال 3-4 ماه به خیالم شده تیر شده دیگه یک دفعه دو دفعه هرات رفتم دیگه یک دفعه دو دفعه رفتی دو دفعه رفتم بعد و رضای رضایی خو خانه ایشون بسیار زیاد نزدیک است کی ده خانواده ام رایت بسیار صمیمی است رضایی ده خانواده خو همه خانواده من الحمدلله با ما صمیمی هستن خصوصا زیادتر برادرم برادر زیاد دوست داره بله متین کی برات زیاد زنگ میزنه یگان دفعه که همیشه که در کابل در برنامه استاری افغانستی از اعضای خانواده کی برات زیاد زنگ میزنه از اعضای خانواده خوب پدر و مادر و واقعا خیلی مرد دوست دارن دیگه اونا بیشتر اول مر میگیرن زنگ میزنن که من دق نباشم به اینجا که یعنی احساس دقیقیت نکنم احساس غربت نکنم انو خاطر بیشتر زنگ میزنن خدای از اونا بیشتر گپ میزنن پدر زیاد دق شدی خیلی خیلی پشت پدر یک بار پرده تلویزیون پدر جان تا ببینیم که یک ذره هوای دیگه شوه میره میبینیش اینجان خود بود که از اون خودتی که تال همی شوق همی موسیقی ردی انا رد از اون دیگه وقتی که چی کس گفت من میرم موسیقی میرم من دوست داشتم دیگه چیزی نگفتم بری گفتم برو انا دیگه بمی ستاره افغان هم که رد من خود مورد تشویق کردم انا رد از اون با دوستم دارم بود هر چی که چی هم باشه دستم و کمک که چیزی که بیه ما برق نمی کنیم الماس چند وقت شده که خانه نرفتی؟ حالا سه ماه میشه فکر میکنم سه ماه میشه هیچ خانه نرفتی؟ نه نرفتم در کابل خانه. زندگی میکنی؟ بله در سه ماه اینجا بودم به خاطر مصروفیت ها زیاد بود نمیشد تمرین ها زیاد بود مشکلات زیاد بود خب بر خودت معلوم است که در ستاره افغان که باش چقدر جنجال ها زیاد است بسیار دق هم آوردم بسیار دیگه هم تو دق دق رقم شده سه ماه واقعا مشکل پشت مشکل. کی زیاد دق شدی؟ خب طبعا پشت فامیلم کلگی اما کاش پدر و مادرم می بود بسیار خوش می شدم بسیار زیاد خوش می شدم و آدم معمولا طفلای خوردم در خانه بسیار زیاد خوش می داشته باشه من یک خورک هم دارم او را یک دوست دارم من در دور اول که به یاد من شما آمده من او را در برنامه آوردم یادم هست او را من بسیار دوستش دارم هیچ کس جای مادر گرفته نمیده؟ نه الماس چی هست در پشت؟ کی هست؟ ها؟ در پشت سرت کنم کس استاد هست خب
چی رقم؟ چی کم شده؟ من خوب هستم یا چی؟ من نمیبینم. اوه سلام. خوب بخیر. صدفم خوب بخیر. یاس کجا آمدن؟ این لحظه بیاد ماندنی برنامه توسط روشن و شما تقدیم شد. خودت الماس خبر نبودی؟ مادر جان قلب ما دعوت کردیم به خاطر که ما خبر بودیم که سه ماه ندیدیش و خوشش بسیار زیاد داشتی. هموطن های عزیز به یک وقفه کوتاه میریم و زود برمیگردیم. مادر جان عزیز بسیار زیاد تشکر، خوش آمدین به ستاره افغان. تشکر از اینکه دعوت ما را قبول کردین، از فرا زحمت کشیدین و کابل آمدین. بسیار زیاد تشکر و برنامه ما را واقعا رنگین ساختین. بسیار زیاد تشکر از شما. تشکر از شما که ما را دعوت کردی، ما را قابل دانستی که به استیج بزرگ ستاره افغان بیایو و افتخار میکنم که الماس جان به این استیج بزرگ فعلا هست و از دوستا زیاد تشکری مینو، از فامیلا، از کلگی طرفدارا الماس جان که تا به حال الماس هر استیج هست، رای از امو دوستا و زحمت امو دوستا بوده که تا الماس جان به سر استیج بزرگ ستاره افغان هست. آرزوی شما چی است که الماس تا چند مرحله دیگر در برنامه باقی بمانه؟ ولی پیش بینی نمیتونم جان، برنامه چانسی دیگه، هر چی خواست خدا باشه، هر چی قسمت الماس جان باشه، هر چی خواست خدا باشه دیگه. من فکر میکنم که من خودم هیچ وقتی یک آوازخوان را ندیدیم که از ولایت فرا بوده باشه. فعلا در برنامه ستاره افغان همی تخلص فراهی ولایت فرا را در تمام دنیا و افغانستان بیخی سر زبان‌ها ساخته و شما چقدر افتخار میکنین که امروز ولایت فرا یک آوازخوان بسیار زیاد خوب داره. بوده در سابقه هم کنم آوازخوان را من بیاد ندارم، مگر شما از امو منطقه و محل هستین، اگر کسی را بشناسین، یک آوازخوان بسیار مطرح و مشهور مثل الماس جان سابق بوده؟ نه خیر، نه در تلویزیون بوده، نه رادیو بوده. از فرا اولین نفری که الماس جان است. ما یاد نمیتونم دیگه در رادیو. و شما که در فرا زندگی میکنین، الماس فرایی اینقدر یک ستاره مشهور نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان که افغانای ما طول رو تماشا میکنن و علاقمند ستاره افغان هستن، الماس هم میشناسن و با تخلص فرایی. شما چقدر سر الماس با تمام هموطنای عزیزم و خصوصا کسایی که در ولایت فرا ستاره افغان تماشا میکنن چقدر بالاش افتخار میکنین؟ زیاد والا، زیاد افتخار مینه. خدا او پیش ببره، موفق کنه، بیشتر از این پیش ببره و فرایا ما زیاد به افتخار مینه. فرایا، نیمروز، ایراتیا، قندار، المند، حتی تمام افغانستان بر ما زنگ میزنه، تا به خود زنگ میزنه که ما الماس جان دوست داره، افتخار مانه و به خاطر امی هم فرایی تخلص خورمان که نام فرا ما بلند شی، افتخار فرا مانه. اولین خواننده یک از فرا، اولین آوازخوان یک از فرا ما، اولین آوازخوان و بهترین آوازخوان. بهترین آوازخوان، بله. مادر جان چقدر پشت الماس دخ شده بودین؟ زیاد بلا، زیاد. و اگر ما و متین جان و رضا جان یک جای میمانی به این پشتان فرا میگن، در فرا یک غذای بسیار مشهور است به نام قلوتروش، از امو بر ما پخته میکنین؟ بله بله، چرا نه. و خوراک خودت پشت الماس دخ شده بودی؟ بله بسیار. در تلویزیون میدیدیش خوش میشیدی؟ آه بسیار. با سینفی هایت در مکتب نمیگه که این خوار الماس فرایی؟ میگه خال باز رخصت شدم. چقدر منتظر هستی که در مکتب بری باز بر کلگی بگه که من خوار الماس فرایی استم. باز در بین ستاره از متین جان و رضا جان صدایی که بسیار زیاد دوستت میایه؟ عرصه شان باز الماس جان بیشتر. و برای خودت رای و مرسال میکنی به الماس یا به متین یا به رضا به ستارا؟ باز به الماس بسیار رای مرسال. اوه نام خدا. یک قدر که مادر جان الماس دوست داره، خوارکش دوست داره، ما همگی افغانا دوست داریم و ولایت فرا بسیار زیاد سرش افتخار میکنه که الماس بهترین ستاره و با تخلص فراهی در این جشنواره بزرگ ستاره افغان اشتراک کرده. ناگفته نمانه که قاسم رامشگر یکی از هنرمندای خوب ما هم که داور برنامه ستاره افغان است، الماس دوست داره در موردش چند چیزا گفته که با هم تماشا میکنیم.
من فکر میکنم کل ستاره رو دوست دارم. تا الماس آواز الماس به خاطر خوشم آمد، یکی از دورای تقریبا ممکن نشتم بوده باشه یا نهم یا هفتم، یک آهنگ را خواند از کارای گل سرخ، همه میگن عاقبت مرا رها میکنی. من اونجا هم ظرفیت آواز الماس درک کردم که یک آواز بسیار طبیعی مقبول داره که اگر بتانه از استفاده کنه یک آواز خانه بسیار خوب داینده بر موسیقی افغانستان خواهد بود. الماس اینه باز نگویی چقدر گپای خوب در مورد صدایتان استاد رامشگر گفت. بس سوالات خود در این باره پرسان میکنم، همتنه عزیز کمپنی مخابراتی روشن یک پیشکش داره، حال به تمام شبکه های داخلی صرف با فیس هفتوار 30 افغانی در بدل 1.99 افغانی فی دقیقه تماس بگیرین. بار فال ساختن این پیشکش به شماره 555 تماس بگیرین. کمپنی روشن تشکر از خودت. ما این پیشکش در تلفن موبایل خود فعال ساختیم و ناگفته نمانه که شما میتونین الا 15 روز از امشب به ستاره های مورد علاقه تان به شما را ارسال کنین. خوب متوجه باشین، از میان این 3 ستاره ما دو بهترین ستاره که به مرحله نهایی را پیدا میکنه با رای خود انتخابش کنین. رای ارسال کنین کد ریدهی ستاره ها امو کد نمبر است که در هفته های گذشته یادداشت کرده بودین. 151.1 کد ریدهی الماس است، 8656 ارسال کنین. 151.5 کد ریدهی متین جان الکوزای است و 151.8 کد ریزایی بیرار از موز بلدیش خوب رای ارسال کنین. اینا گپ سر ازی آمد که الماس فرایی رامشگر سیب بسیار گپا در مورد خودت گفت، اما قدر تعریف که رامشگر سیب گفت اما قدر تعریف داری خودت؟ نمیفهم، لطفش هست، نظرش هست. ما قابل توجه مردم، قبل از اینکه من او زمان در ایران من از طرف افغان تقیب میکردم در چند سال، برای من جالب بود مردم های افغان که در ایران بود میگفت شخصیت رامشگر سیب شخصیتی است که بسیار قارت چیز است، نی مگم تو نیست. میفهمم ما هیچ وقت از یادم نمیره، همیشه وقتی که موقع صفت بود تعریف بود گفت الماس. در یک برنامه وقتی همه میگن عاقبت خواندم گفت آله ببینی پارچه تا چقدر نام میکشی سرش. در یک برنامه شش گرفتم. میخوایم اون قصه شش بر ما بگویی که چقدر تاثیر منفی سرت کرد. بسیار عصبانی شدی، یه قال مقاله انداختی که من قبول ندارم مثلا قطعا مثلا نه. حتی دیدم در بگستیج برای فرید رستگارم بسیار شکایت میکردی که نه من هیچ قبول ندارم. نه خب احساسات چی رقم میگویم بچگی میفهمی یک از آدم هستی از او طبعا طبعا تو چه معذرت بخوای از من؟ من معذرت میخوام دو سایت ماش کنم. خب اما شخصیت استاد رامشگر ایرا ما به تضمین میگم برای مردمی که صدای ما را حال میشنون، در چند سال که در افغانستان از طریق تیوی من میدیدم پروگرام ها را، خب من ندیدم حال تقریبا دو سال از در افغانستان آمدم ندیدم. میفهمی چرا ایره میگم صادقانه گپ میزنم. اگر الماس دوست داره مطمئن باش در جایش هم کوبانده او را گفته اینجا مشکل ایتو 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 مردم دیدن کل پروگرام تقریب کردن صادقانه است. این برای ما مهم است که صادقانه گپ میزنه و اینجا است که من قلبا دوستش دارم. و از متین الکوزای امی دل وجه جان زیاد به دست آوردی و زیاد طرفداری میکنه، زیاد علاقه مند صدای تست و میگه که متین نسبت به ستاره های دیگه بعضی ویژگی ها داره. کدام رازی بود که قدر زیبایی داشت آهنگت که تنها نسبت به داورهای دیگه ما وجه جان بسیار زیاد طرفدارت شده؟ خب من نمیتونم بگم کدوم ویژگی داشته صدام یا من مثلا گپ قرونلاک بزنم که من بگم ایتای خوب خوندم. حتما هر استادای محترم واقعیت احترام دارم برای اینا. هر استاد به پیش خود خود یک مفکوره داره، یک فکر داره. خب شاید من به هم نظر استاد وجیه صدای من بیتر جالبتر بوده و بیتر بوده و همی چیزه. من هیچ دیگه چیزی نیه که من مثلا بگم خوب میخوانم از کلگی یا من یک چیزی بوده که خوش کردن خود اینا. در این باره امید جان اکی جالب من میگم خودم شخصا مثلا برات میگم نی صدای هم از ظاهر دوست دارم ولی شاید استاد ناشناس گوش نکنم. متوجه میشی چی میگم برات؟ گپ من اینه عالم یک کمو تو حالت داورای عزیز امتو یک حالت هست متوجه هستین؟ یعنی من مطمئن هستم برای کلگی ما را دوست داره یک ترام میذاره اما یگان صدا در یگان گوشا خوش میره. درست هست؟ و یک چیز دیگه امید جان که میگن واقعیت که میگن الماس جان گفتن واقعیت های رامشگر استاد رامشگر میگن و واقعیت کلگی عرصه داور ما داورا میگن واقعیت
به خاطر اینکه وجه جان صدایت بسیار زیاد دوست داره، متین الکوزای در مورد بعضی گفتنی ها داره که بیننده عزیز یک بار میبینیم که خانم وجه رستگار یکی از داورای خوب جشنواره امسال ستاره افغان در مورد متین الکوزای چی گفتنی ها داره. متین الکوزای خب اگر ما بگیم خصوصیت چه، به خاطر از اینکه سبک خود فهمیده که کدام سبک بخونه، به این خاطر و در اون یک خط پیش میره و صدای خود پیدا کرده، به خاطر برام جالب تر است. مسئله دوست داشتن نیست، مسئله عزیز که خوب میخونه. الماس فرای قدره که وجه جان از متین الکوزای تعریف میکنه، تو بخیلیت نمیایه؟ نه اصلا. پیشتر من یک گپ گفتم، گفتم استاد رامشگر صادقانه میگه، درباره خود گفتم. یعنی که وجه جان نمیگه صادقانه؟ نه نه 100% استاد رامان صادقانه. یک برنامه ای که استاد رامشگر برام 6 داد، استاد وجیه 8 داد برام. دو نمره اینه که اضافه داد. اضافه داد. چرا اضافه داد؟ اضافه داد. حتما هم اون آهنگ من کم ذره بیشتر سرش خوش خورده بود. اما بس این است، بس اون است که استاد رامشگر صادقانه میگه. درباره خودم از استاد رامشگر گفتم، یعنی او تو نیست که اگر الماس دوست داره، منظور من است این است که ناق تعریفش کنم. یعنی در جایش میگه این الماس هم تو خراب خوندی، و در چندین برنامه یه اتفاق افتاد، جایی که واقعیت میگفت صحیح خوندی میگفت، جایی که الماس خراب میخوند میگفت خراب خوند. و من داورا را امو تو راست بله گپ بو گفت استاد وجه که تا وقتی درست من صدای متین خوش دارم، دوست دارم، ولی تا وقتی که خوب نخونه من نمره کامل برایشون نمیتونم. هر سه داور میتونم، نه که یک داور باشه، هر سه داور همیشه واقعیت میگن، همیشه ما واقعیت افتخار میکنیم که از زیر نظر از اونا به 12 بهترین آمده. خدا شاید اسم برات بگم، من خفه میشم از این که یک روز از پیش داورا برم، بسیار دوستشون دارم. میفهمی امشب وجه جان در مورد چی گفته؟ هر چی گفته باشه اینو قلبا میگم، من بسیار دوستش دارم و بسیار افتخار میکنم که ما این تو یک روز آمده که استاد آرمان، استاد وجیه، استاد رامشگر از نزدیک میبینم در دوره یک بهار بسیار خوب سر ما کرده. تشکر الماس. این حالا گوش کن که وجیه جان در مورد الماس جان چی گفته. چی میگی وجیه جان؟ الماس فرایی سبک خود پیدا کرده، ولی بعضا آهنگ بسیار بی‌احساس و بی تفاوت اجرا میکنه و باید توجه بکنه وقتی که موسیقی عشق است. صدا وقتی که میبره از درون روان انسان میبره، از درون انسان میبره، بنان الماس باید عاشقانه بخونه و بسیار توجه بکنه سر احساس خود، سر اجرای خود. و این حاله نوبت رضا جان رضایی است. رضایی اول خمی سوال جواب بده که همین مرغ کلنگی در یک روز چند تخم میته؟ اولا خب مرغ کلنگی کی تخم میتن عزیز؟ مرغ کلنگی فقط جنگ رو میندازی چی؟ اگر بله جنگ به خاطر جنگی هست دیگه، مرغ جنگی است، به خاطر جنگ گرفته میشه. قصه جالبش من فکر نمیکردم که مرغ داشته باشه. من گفتم رضا مرغ چطور از این قصه دیدم که دانار عجیبش کردیم گفتین دانار دیگه. سرت پیش استاد آرمان رفتم که استاد آرمان کجاست، گفت رضایی پیشش آمده بود بردش مرغ جنگی. والا مرغ جنگی خب بر صورت هست، البته دی وقتا خو نیست، دی وقتا خو مصروفیت انمی گپای ستاره و آهنگاسیم دیگه. انشالله در اولین فرصت اگر از برنامه بخیر رسیدین در اولی، انشالله خودت هم یک مقصد ما رو میگن مرغ جنگی، انشالله در مرغ جنگی میبریم، انشالله در میدان مرغ جنگی میبریم که سه کوچک کیفیت خاصی داره. دیزایی بیرار دمی موسیقی از تو کدام رازه که همی استاد آرمان خیلی کتی تو جور است؟ امه جان فهمیدی همی اونر دنبورک هست، صدای دنبوره اصلا یک گیرای خاصی داره. تار. بله بله تار. تار بسیار جالب. البته چی وقت اولین بار این دنبوره رو، چی وقت امی صدای دنبوره رو، تو امی پردای دنبوره رو چی وقت سرش دست کش کردی؟ من زمانی که خرد بودم، زمانی که کسیتای دنبوره، آهنگای دنبوره میشنویدم، یک قسم احساس بسیار خوب برام رخ میداد. احساس میکردم که بسیار من ایره دوست دارم. و زمانی شد که من مشتاق قضیه شدم که باید من ایره به دست بیارم. زمانی بود که تار پیدا کردم، به یک چیزی مشتاق دیدارش بودم، حتما ندیده بودم، اصلا ندیده بودم شکی باش باش یک دفعه یک روز برسه خوری دنبوره رو ببینم، من دنبوره رو ببینم که چه قسمه است. زمانی شد که بخیر دنبوره ساختیم و دنبوره جور کردیم. خود جور میکنی دنبوره؟ دنبوره رو حساب بله بله یک خودسازی جور میکنم تا جایی که صدای
بیته دیگه تشکر میکنم از استاد آرمان. البته یه یک گرای خاصی داره که به گوش استاد آرمانم طرفداری به خاطر از امیز که طرفدار دنبوره هست، طرفدار صدای خودم است. البته یک صدای خاص خودم هم دارم. نه صدای کاملا خاص رضایی. اینا را گپای استاد آرمان در مورد خودت میشنویم. ما کل خواننده‌ها را دوست دارم. خود دار از رضایی چون آهنگای اصلی فولکلوری که میخونه از خاطر یک ذره در دلم چنگ میزنه. برزی که همیشه امی هر کسی امرای آلات موسیقی اصیل وطن میخونه، ما مار دوست دارم. اگر تنبور باشه، اگر دنبوره باشه، اگر رباب باشه. با وجود که یک فضای بسیار زیاد صمیمی در برنامه امشب داریم، ستارا در پشت صحنه هم با خود بسیار دوستای نزدیک هستند، با ما، با داورای ما، اما یک فضای واقعا دوستانه است ولی رقابت است. این که در مورد رقابت ستاره های ما در مورد یکی دیگه خود کدام رازا را امشب افشا میکنند، این را بعد از یک وقفه کوتاه تماشا میکنیم. قدرت، نشاط و انرژی واقعی با بیگ بیر. فیل دی پاور. یک بار امتحان شرط است. یک چند میخواییم، یک چند چیز در مورد ما بگوین. از امو خوی و خواسته که ما در برنامه هم امرایتان استم، کدام کارها بسیار زیاد جالب است و کدام کارها از ما بعدتان میایه؟ لحظه که قار میشی. در پشت سنه یا سر استیج؟ در پشت سنه سر استیج کجا قار میشی؟ در پشت استیج. و خب قار شدن تو هم چیز نیست. کلگی گپ بزن در گوشت دیگه او یک دفعه قار میشون میده. من خودم میگیرم گوشم میکنم. میترسی از قار من؟ امون وقت که نتیجه را اعلان میکنی بسیار قار میده. واقعیت برای میگم. تنها قارتون نه قار میلونا نفر میم خوشم دیگه چرا وقت میگی؟ و متین خود چی میگی؟ من خوشم میایم اینجا. راستی؟ خب خیلی برسان. یک دوست خدا رو من هم. ما دوست هایت هستیم. من گفتم تو که قار میشی من خود گوشه میکنم از اینکه تو از من خفه نشی. نه من بسیار زیاد دوست دارم. میفهمم. زنده باشی. خب اینال تماشا میکنیم که علاقمندای آواز رضایی بیرار بلدیشی چقدر کمپاین مونن. بسیار خطرناک. تقریبا یک چند هزار نفر بود، 2000 نفر، ولی بسیار خطر جدیستی برای متین الکوزای و برای الماس فرایی. الماس فرایی بهترین آوازخوان و ببینین که در فران آمده و در کابل چقدر آواخوا داره. یک بار ببینیم که متین الکوزای در شهر زیبای کابل در بین اواخوهای خود چقدر علاقه من داره. وابا متین، وابا متین، 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 وابا متین، متین. وابا متین، وابا متین. ما برای متین الکوزای یک چیز میگم. 30 ثانیه وقت داری، هر گپ که داری، هر گپی که در دلت داری که علاقمندایت
بیشتر وادار بسازه که برای خودت رای بتن اونمو گپایت اینمی لحظه میشه که برای علاقمندایت بگی تایمت شروع شد. مردم محترم مر که برنامه خوششانس دوباره را پیدا کردیم، حال برنامه سه بیترین مرتنهای لندن خواهش میکنم از شما مر تا این جگاه که رسوندیم با کمک شما آمدم و بازم با کمک شما احتیاج دارم. دیدین شو گذشته رای ما پایی بود، وقت خواهش میکنم از شما مرتنهای لندن به خاطر موسیقی محلی افغانی اصیل افغان به خاطر افغانستان مرا تنهایی ندین و بگذارین که پیش برون و بریم رای بدین که پیشتر برون با کمک شما و واقعیت خواهش میکنم که رای بدین. بس وقت الماس فرایی شروع میشه. 4 3 2 1 من میگم الماس در افغانستان آمد از ایران صرف به خاطر همین مردم، چون که آرزویش بود یک روز در خود افغانستان، چون که افغان هستم در پیشروی آب خانم، امروز او آرزوی من شده. آرزوی دیگه هم هست که ستاره شوم، اما چطور با اسمس برای وا و بسیار زیاد تشکر میکنم، بسیار زیاد ممنون هستم به نقد ایرانی ها. نمیفهمم به چی زبان بگویم که تا سه بهترین هم آمدم و امروز آرزو میکنم که الماس پیشتر و پیشتر ببرم. بس و آل نوبت است بیرار ازموز که گپکای دل از خوره بلده شما مگه بگو بیرار. خب همه جان اولا تشکر و سپاسگزاری از تمام مردم افغانستان که مرا در مرحله سی بهترین یاری کردن. من کسی هستم که دنبوره یک ستاره هستم که در ستیج ستاره افغان دنبوره را آوردیم. امیدوار هستم دنبوره تا آخرین مرحله را باشه. از تمام مردم افغانستان خواهش میکنم که در هنر دنبوره نباید کوتاهی بکنن، چون هنر اصیل افغانها هست. امیدوار هستم در آخرین مرحله ما باشم و برایشان آهنگای خوب خورا با دنبوره اجرا بکنم. تشکر متین الکوزای، الماس فرایی و رضای رضایی بیرار. با کل شما آرزوی موفقیت میکنم هموطن عزیز. برنامه امشب ستاره افغان به پایان رسید. به ستاره های مورد علاقه تان به شما رای ارسال کنین. اینجا بزرگترین استیج موسیقی افغانستان است. اینجا ستاره افغان است. تا دیدار دوباره، خداحافظ. داخ پروانه دی روشن هر دقیقه یو افغانی فصل از وهمی دقیقه پرته لکم فیس څخه په دې وړاندې سکې د ګډون لپاره ل 1555 میرې سره اړیکه ونیسئ. روشن نکته کیدل تاسو ته وړاندې شوه.